تعدادی از مترجم‌های افغان در نشستی با مقام‌های دولت بریتانیا در پارلمان این کشور خواستار لغو شرایط سختگیرانه برای آوردن خانواده‌های این مترجمان به بریتانیا شدند. این مترجم‌ها که در خط اول نبرد با نیروهای بریتانیایی در برابر طالبان می‌جنگیدند، می‌گویند که عزیزانشان در مناطق تحت تهدید طالبان با خطر روبرو هستند. ذبیح الله نوری که در جلسه پارلمانی حضور داشته، گزارشی دارد در همین باره. پارلمان بریتانیا نماد دموکراسی و حکومت پاسخگو، حکومتی که نه تنها به شهروندان بریتانیا بلکه به آنانی که به این کشور پناه آوردند نیز خود را پاسخگو می‌داند. نیروهای بریتانیایی که پس از حملات 11 سپتامبر 2001 برای شرکت در جنگ علیه القاعده و طالبان به افغانستان رفتند، در حدود 7000 کارمند محلی استخدام کرده بودند که از آن جمله نزدیک به 3000 نفر مترجم بودند. شماری از ترجمانان افغان که اینجا در انگلستان به سر میبرند اما فامیل هایشان هنوز هم در مناطق تحت تهدید طالبان در افغانستان است، اینجا در پارلمان انگلستان قرار است تا لحظات دیگر با نمایندگان مجلس دیدار کرده و نگرانی های خود را با آنها شریک سازند. پس از خروج نیروهای بریتانیا از افغانستان، تعدادی از مترجم های افغان توانستند با زن و فرزندانشان در اینجا پناه گزینند. اما آنهایی که در آن زمان ازدواج نکرده بودند یا نتوانسته بودند خانواده هایشان را با خود بیاورند، حال با چالش روبروند. این مترجم ها یا آنطوری که مقام های بریتانیایی می گویند قهرمانان گمنام، تعدادشان به 120 نفر می رسد و به گونه گروهی از گوشه و کنار بریتانیا اینجا آمدند تا نگرانی هایشان را با مسئولین حکومتی شریک سازند و با جزئیات از آنها بشنوند. وزارت کشور بریتانیا در 8 مارس امسال به 30 نفر از این مترجم ها به گونه استثنایی اجازه داد تا خانواده هایشان را بدون در نظر داشتن محدودیت های پولی و دانستن زبان به انگلستان بیاورند. بر اساس قانون پناهندگی بریتانیا، درآمد 18000 پوند در سال و دانستن زبان انگلیسی حتمی است. شرایطی که بیشتر این مترجم ها و خانواده هایشان از عهده آن بر نمی آیند. ما خود همراه فامیل خود آمدیم. اونایی که فامیلشان در افغانستان ماندن، با واقعیت میتونم که بسیاریشان مصاب مرضای روانی شدن، همیشه در استرس می باشن و همیشه در تشویش ازی هستن که چطور بتانن فامیلای خود اینجا بیارن. حامیان مترجم های افغان از حکومت بریتانیا می خواهند با پاس جانبازی های این قهرمانان گمنام باید برایشان تسهیلات فراهم سازد. بیشتر این مترجم ها به جز دانستن زبان انگلیسی مهارت دیگری بلد نیستند. مترجم های افغان که از سال 2007 برای آوردن خانواده هایشان پویش راه انداختند، به همکاری انجمن افغانستان و آسیای میانه موفق شدند تا خود را به داخل پارلمان بریتانیا برسانند. ذبیح الله نوری، ایران اینترنشنال.